الناقض التاسع الذي يجب الحذر منه والتحذير منه. اینک به بیان نهمین مورد از نواقض اسلام میپردازیم که باید ازش برحذر باشیم و برحذر بداریم. النبي من الانبياء والرسل عليهم الصلاه والسلام كان يبعث الى قوم خاصه وبعث نبينا محمد عليه الصلاه والسلام الى الناس كافه. پیامبران گذشته به سوی قوم خودشون و به سوی قوم مشخصی برانگیخته میشدند، اما پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم به سوی همه مردم برانگیخته شدند. لا يمكن لأحد من الناس أن يخرج عن شريعة محمد عليه الصلاة والسلام. برای هیچ کس گنجایش خروج از شریعت محمد مصطفی صلى الله عليه وآله وسلم وجود نداره. اليهود والنصارى يجب عليهم الدخول في دين النبي محمد صلى الله عليه وسلم. بلکه بر یهود و نصارا واجب هست که به دین محمد صلى الله عليه وآله وسلم درآیند و مسلمان بشن. حتى عيسى عليه الصلاة والسلام في آخر الزمن يقدم المهدي يصلي بالناس تكريما لهذه الامه. حتى عيسى عليه السلام هم در اخر زمان برای گرامی داشته این امت، گرامی داشت امت اسلام، مهدی رو جلو میکنه تا برای مردم پیشنمازی بکنه و نماز بخونه. نعم، وعيسى عليه الصلاه والسلام يحكم شريعه محمد عليه الصلاه والسلام. و عيسى عليه الصلاه والسلام شریعت محمد صلی الله علیه و آله و سلم رو حاکم میکنه. نعم. ليس معنى هذا أن المهدي أفضل من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، لا، هو متبع للنبي عليه الصلاة والسلام. معنى إن سخن إن نيست كي مهدي از پیامبران و از عيسى عليه السلام برتر باشه، بلکه او تابع رسول خدا صلى الله عليه وآله وسلم هست. إذا الناقض عندنا هنا أنه لا يمكن لأحد أن يخرج من شريعة النبي صلى الله عليه وسلم وإلا كفر. نکته این هست که به عنوان نهمین مورد از نواقض اسلام بهش میپردازیم که برای کسی گنجایش خروج از شریعت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم وجود نداره، وگرنه مسلمان شمرده نمیشه و کافر هست. فکل من بلغته دعوت محمد صلی الله علیه و سلم لابد ان يدخل في دینه والله اعلم. لذا هر کس که دعوت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به او رسیده باید به دین اسلام وارد بشه و مسلمان بشه و برای او گنجایش خروج از شریعت اسلام وجود نداره.